I think our state, this, how we view the status is quite clear. This is not a recognition. فکر می کنم موقف فعلی که می بینیم روشن است. این ملاقات به عنوان به رسمیت شناختن یا پذیرفتن طالبان نیست. از نظر قانونی مشکلی نیست که حکومتی که دوباره بر سر کار می آید به رسمیت شناختن نمی شود. اما باید همه مطمئن شوند که این نشست مسئله به رسمیت شناختن طالبان نبود و ما نیاز به زمان بیشتر برای بیرون رفت از وضعیت افغانستان و مذاکرات نیاز داریم و بارها این مسئله را بیان داشتم. شما در مورد ملاقات با طالبان قبلا صحبت کردین، اما گزارش حقوق بشر نماینده تخطی های حقوق بشر توسط این گروه و تهاجم آنها علیه حقوق زنان را منعکس می سازد. اکنون در اسلو در مورد حقوق بشر با طالبان صحبت می شود. انتظار شما از این نشست چیست؟ دشوار است که بگوییم انتظار نتایج واقعی از این نشست داشته باشیم، اما در هر حالت مذاکرات مهم است و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب به زمان نیاز دارد، اما ملاقات در کل مهم است. به نظرم حکومت ناروی واقعا کار بسیار خوب کرد و اتحادیه اروپا نیز از طرف دخیل است و این ملاقات را تنظیم کردند که پس از چند ماه حاکمیت طالبان در افغانستان برگزار می شود و اهمیت دارد. اما تا جایی که می دانم قبلا در مورد حقوق زنان صحبت نشده بود و اکنون بحث های سازنده شامل اجندای نشست است. قبلا با طالبان در مورد پیشبرد مسائل حقوق زنان توافق نشده بود و آنها اکنون برای زنان اجازه رفتن به مکتب در 8 ولایت را دادند. فکر می کنم که به زودی دختران تا صنف 12 به مکتب برگردند. پرسش بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها مطرح است که طالبان با نوع بیشتر محافظه‌کارانه با آن برخورد می کنند. به نظرم در مرحله ای که قرار داریم و اگر این مسئله حل نشود، بسیار مهم است که از طریق ما بتوانیم نظریات طالبان را در این مورد تا حد تغییر بدهیم. حیات طالبان که با اسلو سفر کردن شامل اناس حقانی است که از شبکه تروریستی حقانی است و در فهرست سیاسی سازمان ملل متحد و ایالات متحده قرار دارد. این مسئله برای ناروی در ملاقات با حیات طالبان مطرح نیست؟ شماری از گروه ها در برابر حضور هنسقانی که در عقب حملات ماه مارچ سال 2008 در افغانستان بود و در آن یک خبرنگار نروژی کشته شد واکنش نشان دادند. و افراد نیز میگویند که ما چرا همچون شخصیت را برای مذاکرات به نروژ دعوت نموده ایم. اما البته که این مسئله استثنایی نیست که رهبران طالبان برای او اجازه سفر را در این هیئت دادند. به همین خاطر این یکی از مسائل جنگ داخلی است و ما آن را پذیرفته ایم. وضعیت دشوار است. و به نظرم حکومت افغانستان باید راه درست را انتخاب کند و باید با کشورهای غربی نیز توافق کنند. نماینده ایالات متحده برای زنان و دختران افغان و حقوق بشر گفت که باید میان کشورها در رفتارشان با طالبان هماهنگی و توافق وجود داشته باشد. به نظر شما اتحادیه اروپا در سیاستهایش با طالبان تا حد با ایالات متحده هم نظر است؟ فکر می کنم که اتحادیه اروپا کار درست را می کند و سایر کشورها باید این کار را بکنند. اگر ایالات متحده می خواهد از رای مشترک به این مسئله رسیدگی کند، درست است. می تواند که آنچه اتحادیه اروپا امروز می کند آن را دنبال کند و از رای با معنی وضعیت را حل کند که به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما باید درک نمایند که برای رسیدگی به راه حل بحران فعلی نیاز به مذاکرات است و ایالات متحده نمی تواند از کسانی که کنترل افغانستان را بر عهده دارند کاملا چشم پوشی کند. در مورد نقش کشورها در افغانستان صحبت نمودین، اتحادیه اروپا از اعتراضات زنان افغان حمایت نکردند و در برابر بدرفتاری طالبان با مردم واکنش نشان ندادند. در عوض دفتر اتحادیه اروپا در کابل باز شد. دلیل این عجله بازگشایی دفتر چی بود و چه سودی به اتحادیه اروپا دارد؟ فکر می کنم واضح است که دخیل شدن کشورهای غربی در افغانستان اضطراری است. بحران بشری مردم را اذیت کرده و غیر قابل باور است. ملل متحد خواستار کمک 5 میلیارد دلاری برای افغانستان شده است که مبلغ هنگفت است. به این معنی که باید ما وضعیت را تا حد بیشتر جدی بگیریم و به آن رسیدگی نماییم. کمک های بشری باید برای نجات مردم افغانستان رسانده شود که بیشتر از ملاقات و دعوت طالبان مهمند. انتظار اتحادیه اروپا از نشست با طالبان چی است؟ و این اتحادیه کدام شرایط را از طالبان می خواهند که برآورده شود تا آنها را در برسمت شناختن کمک کند؟ بر علاوه آنچه یادآوری کردم، حقوق زنان و آزادی بیان بسیار مهم هستند. فکر می کنم برای ایجاد یک حکومت بیشتر همشمول و سازنده، یک قدم طالبان را به جهت به رسمیت شناختن نزدیک می سازد. هیئتی که به میدان هوایی گاردیمون اسلو از راه رسیدن، نه تنها شامل نمایندگان طالبان می شدند، بلکه شخصیت های سیاسی که با حکومت قبلی یا رژیم فعلی نیستند
و از سایر افراد از کابل سفر کردند که خواهان یک حکومت همشمول هستند. فکر می کنم که یک نشانه دلگرم کننده است. شماره زنان افغان در نشست اسلو شرکت کردند و نظرات در کل متفاوت است. شماره خواهان صحبت با طالبان هستند و شماره هم با آن مخالف هستند و از رفتار طالبان شدیدا انتقاد می کنند. به نظر شما در این نشست صدای زنان شنیده خواهد شد؟ شکی وجود ندارد که زنان که بیشتر آنها در ملاقات اسلو شرکت دارند و روی مسئله حقوق زنان بحث می شود نیاز به حضور زنان در این نشست بود. آنها باید صدای خود را بلند کنند و باید زنان خود را نشان دهند. و تا جایی که من از شرکت زنان فهمیدم در عین زمان باید بگویم من از همه این زنان تمجید می کنم که با جرأت و عزم در افغانستان صدای خود را بلند ساختند. و در جاده ها به اعتراضات می پردازند و خواهان یک افغانستان جدید هستند که تغییر کرده است. در افغانستان از حقوق و آزادی بیان دفاع می شد و طالبان نمی توانند از این مسائل چشم پوشی کنند. به نظر شما رای بدیل بیرون رفع از وضعیت فعلی افغانستان در صورتی که نشست اسلو به نتیجه نرسد چی است و چه انتظار باید داشت؟ رای بدیل می تواند ساده باشد، فقط درباره ملاقات اسلو صحبت نمی کند. اما در کل در مورد پروسه، اگر همه جوانب به شمول حکومت به توافق دست نیابند، در آن صورت اگر نظر به این باشد که این ملاقات ناکام می شود و حکومت قبلی روی کار می آید، این کار نخواهد شد. در آن صورت افغانستان با سقوط سیاسی روبرو خواهد شد. با در نظر داشت این مسائل، هرگاه اعتراضات در جاده ها بیشتر شود، به این معنی است که مشکلات بزرگتر صد رای رساندن کمک های بشری برای افراد نیازمند می شود. به نظرم ما شاهد رنج و عذاب بیشتر، کشتار بیشتر می باشیم. به نظرم مردم باید در این مورد فکر کنند که راه بدیل بیرون رفت از وضعیت فعلی افغانستان کار با کسانی است که قدرت را به دست گرفتند و تلاش می کنند که حکومت کنند و بعداً باید در مورد حقوق اولیه و حکومت همشمول صحبت شود. در غیر آن رای بدیل وجود ندارد.